به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان همدل و همراه صفحه حکیم نظامی. احسان آقایی هستم و بسیار خرسند و مفتخرم که قسمت 12 داستان خسرو و شیرین رو میتونم براتون بخونم. امیدوارم که مورد رضایتتون قرار بگیره. اگر در خاطر داشته باشید در قسمت‌های پیشین شیرین که دلباخته آن تصویر ناشناس شده بود به دنبال کسی میگشت که راز این صورت رو برای اون برملا کنه. در چنین وضعیتی شاپور خودش رو نمایان میکنه و به شیرین در مورد خسرو اطلاعاتی میده و میگه که اون شخصیتی است که در واقع در سرزمین ایران دارای اسم و رسمی است و شرایطی داره که کاملا شاپور در اون داستان قبلی بهش پرداخت. در این داستان به اینجا میپردازیم که شیرین دلباخته شده و از شاپور میپرسه که حالا چه باید بکنه و چاره جویی میکنه از شاپور برای شرایطی که درش قرار داره. از اینجا داستان ما شروع میشه. شاپور در پاسخ به چاره جویی شیرین بهش میگه که بدو شاپور گفت ای رشک خورشید، دلت آسوده باد و عمر جاوید. ثوابان شد که نکشایی به کس راز، کنی فردا سوی نخجیر پرواز. چون مردان برنشین بر پشت شبدیز، به نخجیر آی و از نخجیر بگریز. تو چون سیاره میشو میل در میل، من آیم گر توانم خود به تعجیل. در واقع شاپور پیشنهاد میکنه به شیرین که اون اسب شبدیز که متعلق به مهین بانوست رو ازش به امانت بگیره، اسبی که در واقع هیچ اسب دیگری به گرد پاش نمیرسیده، سوار بر اون بشه و به نخجیر یعنی به شکار بره، به بهانه شکار در واقع بره و کسی رو با خودش نبره و از اونجا به سمت خسرو حرکت بکنه و شاپور هم در پشتش میاد. در واقع شاید این نیت رو شاپور داشته از اینکه امانت بگیره از مهین بانو رو شیرین، که شبدیز رو هم به همراه شیرین به سمت خسرو بفرسته که خسرو بتونه از شبدیز استفاده بکنه. یکی انگشتری از دست خسرو بدو بسپرد کین برگی رو میرو. اگر در راه بینی شاه نورا، به شاه نو نماین ماه نورا. سمندش را به زر نعل یابی، ز سر تابل پا لباسش لعل یابی. وگرنه از مداین راه میپرس، ره مشگوی شاهنشاه میپرس. چو ره یابی به اقصای مداین، روان بینی خزاین در خزاین. ملک را هست مشگوی چو فرخار، در آن مشگو کنیزانند بسیار. بدان مشگوی مشکاوین فرود آی، کنیزان را نگین شاه بنمای. در آن گلشن چو سرو آزاد می باش، چو شاخ میوه تر شاد می باش. تماشای جمال شاه می کن، مرادت را حساب آنگاه می کن. در واقع انگشتری شاپور در اختیار شیرین قرار میده و میگه این رو وقتی از نخجیر خارج شدی به همراه داشته باش. اگر در مسیر خسرو رو دیدی که اونو نشانش میدی و خسرو میفهمی که تو شیرین هستی و تو هم رو میشناسی. البته نشانی هایی هم در واقع از خسرو میده که لباسش سر تا سر نعل، لباسش عذر میخوام سر تا سر لعل و نشانهایی از اسبش در اختیارش در واقع قرار میده. و اگر خسرو رو ندیدی آدرس مدائن رو بپرس از هر کسی که در مسیرت قرار گرفت و به سمت مدائن رو، از مدائن آدرس مشکو رو بپرس. مشکو در واقع همان چیزی است که ما اصطلاحا بهش میگیم حرمسرا. و وقتی به مشکو وارد شدی انگشتری رو به کنیزان نشان بده که تا به داخل در واقع مشکو هدایت بکنن و اونجا منتظر بمون تا خسرو بیاد تا به وصالش برسی و زندگی خودت رو شیرین آغاز بکنی. حالا باید ببینیم که در قسمت بعد در ادامه این سفر و ورودش به شهر مدائن و مشکو چه اتفاقاتی برای شیرین رقم خواهد خورد. خدا نگهدار.